درود فراوان به برنامه دیگر از نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. سعید مولایی جودوکار نام‌آشنا وارد اسرائیل شد. همین امر سبب شد که این مسابقات تبدیل بشه به مسابقات سیاسی ورزشی. سعید مولایی جودوکار پیشین تیم ملی ایران که در حال حاضر برای مغولستان مسابقه میده، برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ تل‌آویو وارد اسرائیل شد. سعید مولایی پس از اون که به دستور مقام‌های ورزشی جمهوری اسلامی مجبور شد که در مسابقات قهرمانی جهان ژاپن در سال 2019 عمدن تن به شکست بده، از فعالیت خودش در ایران خودداری کرد و از ایران خارج شد. اهمیت این مسابقات چیست؟ موضوعی هست که امروز با کاظم نیکخواه به اون میپردازیم. سلام و خوش آمد میگم به کاظم نیکخواه عزیز. با درود به شما و همکارانتون و همینطور بینندگان عزیز. اهمیت سفر سعید مولایی به اسرائیل برای جامعه چه چیزی هست؟ ببینید، از زوایای مختلفی این اتفاق اهمیت داره و این اول بارم نیست که ورزشکاران ایرانی زیر سیاست جمهوری اسلامی رو زیر پا میذارن و یا به هر حال جدا میشن از ورزش ایران یا مسابقه میدن با ورزشکاران اسرائیلی. سال گذشته مثلا دو تا شطرنج باز ایرانی مسابقه دادن که نمیدونم حالا بعدا سرنوشتشون چی شد، ولی به هر حال حاضر نشدن تن بدن به سیاست این نوع سیاست ها و بازی های بین المللی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد مسائل خودش انجام میده. اهمیت این حرکت اینه که صدای مردم رو جهانی میکنه، وسیع تر میکنه. جمهوری اسلامی الان به عنوان یک حکومت عقب مانده، وحشی، همه اینها شناخته میشه تو سطح دنیا، ولی وقتی که مردم دنیا به ویژه تو ورزش که یک پدیده یا حرکت اجتماعی هست، بسیار توده‌گیر هست، ورزشکارانی میرن و حرف مردم رو، فضای جامعه ایران رو، وضعیت جمهوری اسلامی رو اونجا بازتاب میدن، این صدا وسیع‌تر میرسه و جوانای زیادی متوجه میشن که در ایران ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم، چه جدالهایی باید بکنیم و سمپاتی پیدا میکنن به مبارزات مردم، توجه میکنن، دنبال میکنن و آشنا میشن و همین یه نوع همبستگی بین المللی رو تقویت میکنه که از این نظر به نظر من بسیار ما نیاز داریم بهش برای مقابله با جمهوری اسلامی و بسیار اهمیت داره. جدای از این که نتیجه مسابقات مولایی با رقبای ورزشی خودش هرچه که باشه، به نظر شما نتیجه برای جمهوری اسلامی چه چیزی هست؟ به نظرم جمهوری اسلامی به انزوای بیشتری کشونده میشه و به حمایت یا همراهی با این حکومت برای هر کسی از نیروهایی که بالاخره اولوش حکومت میخوان به پلکن یا باش مماشات کنن، برای دولت ها اینا سخت‌تر میشه. وقتی که یه همچه حکومتی به اصطلاح مردم دنیا علیهش تحریک میشن، به حرکت در میان، منزجر میشن و غیره، فضا برای همکاران و هم کسانی که بخوان با جمهوری اسلامی همراهی کنن تنگتر میشه و حکومت منزوی‌تر میشه و همونطور که اشاره کردم فضا برای مبارزه مردم ایران آماده تر میشه، صدای مردم وسیع تر شنیده میشه. این به هر حال اینم یه جنبه یه که بسیار مهمه از این نظر در و فشار رو رو گرده جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. آیا این انتظار به جایی نیست که دولت اسرائیل رو به خاطر ضدیت و دشمنی دیرینش با فلسطینیان به رسمیت نشناخت و همه روابط رو با این دولت قطع کرد؟ آیا به این دلیل سیاست جمهوری اسلامی علیه اسرائیل قابل دفاع نیست؟ این سیاست جمهوری اسلامی اینه که این کشور کلن از نقشه دنیا محو بشه. اسرائیل،
کلن یهودیان و اینها رو سیاستش این هست و این سیاست هیچ حقانیت یک ذره تو جامعه جهانی نداره. اینکه تبلیغات و مثلا توضیحاتی که میدن، توجیهاتی که میکنن، اینکه اسرائیل به زور ایجاد شده، با جنگ ایجاد شده و همه اینها هیچ جوابی به مسئله نیست. همه کشورها راستش مرزهاشون رو با جنگ ها تعیین شده. همین مرزهایی که امروز ما کشور ایران رو تعیین میکنه با جنگ های با توازنی در یه جنگ های ایجاد شده. قبلا تو تاریخ مرزهای جور دیگه بوده. همه کشورها یه همچی سرنوشتی دارن. مرزها با جنگ ها متاسفانه اینطوریه، با فجایع جنگی ایجاد شده. بنابراین این هیچ توضیحی نیست. اگر قرار اسرائیل محو بشه، ایران هم باید محو بشه، کشورهای دیگه هم باید محو بشه. مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی یک تفرقه و نفرت قومی و مذهبی رو داره تو دنیا دامن میزنه و مسئلهش فقط دولت اسرائیل نیست، مسئله فقط کل مردم اسرائیل و مردم ایران رو میخواد مقابل هم قرار بده به عنوان مسلمان و یهودی و غیره که یک ذره حقانیت نداره و قابل دفاع نیست و به همین دلیل هم هیچ مقبولیتی در دنیا پیدا نکرده. ما باید از مردم فلسطین دفاع کنیم، از حقوقشون و فشارهایی که دولت اسرائیل به اونها میاره قابل قبول نیست و ما از به اصطلاح دولت دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی دفاع میکنیم. مردم فلسطین و اسرائیل میتونن و میخوان که کنار هم با در صلح و آرامش زندگی کنن، ولی نه دولت اسرائیل داره جمهوری اسلامی رو تغذیه میکنه با سیاستاش، جمهوری اسلامی هم دولت اسرائیل و فاشیسم اسرائیلی و اینها رو تقویت میکنه و در نتیجه باید مقابل هر دو طرف اینها ایستاد، ولی سیاست جمهوری اسلامی یک ذره در این رابطه قابل دفاع نیست. در کنار این موضوع باید به یک موضوع خیلی مهم اشاره بکنم، اون هم این هست که رژیم ایران یک آپارتاید عظیمی رو به زنان تحمیل کرده. زنان حق حضور در ورزشگاه هایی که مردان حضور دارند رو ندارند. جهان ورزشی با این حکومت باید چه برخوردی بکنه؟ به نظر من باید جمهوری اسلامی تو همه زمینه ها بایکوت بشه به دلیل سیاست هایی که داره، به دلیل جنایاتی که انجام میده، به دلیل اینکه سیاستاش با هیچ نرم و عرف جامعه امروز جهانی نمیخونه. یه حکومت توحش اسلامی هست و باید این حکومت رو، تلاش ما این هست که جمهوری اسلامی تو سطح ورزش بایکوت بشه، تو سطح هنر، تو سطح دیپلماتیسی، همه اینا بایکوت بشه. یعنی ما سیاست آفریقای جنوبی سه کردن جمهوری اسلامی رو دنبال میکنیم و این امکان هست به خاطر همه این جنایاتی که تو همین یکی دو سال گذشته شاهدش بودیم، از جمله سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و همه این نمونه هایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنان و توحشش و فشارهایی که میاره و کلن همه، فرصتش نیست اینجا من بهش بپردازم. به هر حال به نظر من تو هنر، تو ورزش هم باید جمهوری اسلامی بایکوت بشه و همین که ورزشکارانی به اصطلاح جدا میشن و بایکوت میکنن جمهوری اسلامی رو، میرن به یک کشور دیگه میپیوندن و مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن، خود این فضای بین المللی رو برای بایکوت و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی تو همه زمینه ها آماده تر میکنه و این تلاش رو باید بکنیم که این حکومت عقب رونده بشه به طور کامل. این کمک جدی هست برای مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. با تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتی. تشکر میکنم از شما. با سپاس از همراهی شما با برنامه نگاه روز. تا نگاه روز دیگر، بدرود.